شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که با تقدیم کتاب جدید شنیداری در خدمت شما عزیزان قرار داریم نام کتابی که اینک تقدیم میگردد بانک تخمهای زراعتی است نویسنده این کتاب بیجال واچهار اجانی نقاش جایش سیوان و برگرداننده آن از انگلیسی به فارسی عبدالرحیم احمد پروانی است نسخه انگلیسی این کتاب توسط استوری ویور و نسخه فارسیان توسط کتابخانه درخت دانش تقدیم می گردد. بهای به این کتاب رایگان بوده و مجوز آن سی سی بای اس ای می باشد. دهقانان پختکار نگرانند. سال گذشته حاصلات خوبی به دست نیاورده بودند. تابستان است و وقت تخم پاشی پنبه فرا رسیده است. اما در روستای آنان یافتن تخم‌های های وطنی و ارگانیک خیلی دشوار است. بیجی غرق در فکر است و از خود میپرسد چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ ما با یک چالش بزرگ روبرو هستیم. تبیتا گفت تخم های بازار خیلی قیمتند. کیتاکی کی گفت آن تخم‌ها به خاطر نمو به مواد کیمیاوی و کود نیاز دارند. ما تخم هایی می خواهیم که با آسانی در این جا نمو کنند. تخم هایی که با خاک و هوای روستای ما سازگاری داشته باشند سوریش گفت چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ ما با یک چالش بزرگ روبرو هستیم نابیتا و کیتاکی اعضای انجمن زنان دهقانند آنان جلسه انجمن را دایر می کنند آنان با ملک رستا دیدار می کنند آنان با دهقانان صحبت می کنند همه فکر می کنند چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ ما با یک چالش بزرگ روبرو هستیم پس از این چندین جلسه و گفتگوهای بسیار آنان خوش به نظر می رسیدن. نبیتا گفت ما می دانیم چه باید بکنیم. هیچ چالشی آنقدر بزرگ نیست که حل نشود. ما یک بانک ایجاد می کنیم. کروپا پرسید که بانک چی فایده می رساند که تا کی پاسخ داد. بانک پول نه، بانک تخم. تمام دیخانان جمع شدند تا بانک تخم را تأسیس کنند. هر کدام چند تخمی که در خانه دارند را با خود آورده و در بانک می گذارند. تخم های قدیمی، تخم های وطنی، تخم های ارگانیک، تخم پنبه، تخم بامیه، تخم کدو، تخم جواری، تخم فاصولیه، تخم های زیاده باید جمع کرد. سوماتی یک کیلو تخم پنبه از بانک وام می گیرد، نبی تا با را در کتاب داد و گرفت ثبت می کند. کروپا یک کیلو تخم کدو در بانک ذخیره می کند. کیتاکی با دقت تخمها را در یک مرتبان می گذارد. تخمها را می کارند و سیراب می سازند. بادهای موسمی می آیند و می روند. زمان برداشت محصول فرا رسیده است. دهقانان محصولات خوبی را در این سال بر می دارند. آنها این موفقیت بزرگ را یک جایی جشن می گیرند. سوماتی تخمهای زیادی از محصول امسال به دست آورده است. او وام خود را با بهره آن به با بانک بر می گرداند. او همچنان یکنیم کیلو تخم دیگر را در بانک ذخیره می کند کیتاکی با دقت این را در کتاب دادو گرفت ثبت می کند بانک تخم حالا تخم های زیاده دارد تخم کافی برای سال آینده تخم کافی برای دو سال بعد تخم کافی برای سالهای بعد پنبکاران دیگر با چالش بزرگ کمبود تخم مواجه نیستند زیرا بانک تخم تخم های زیادی دارد تخم ها همه جاستن هم در بانک و هم در مزرعه بانک های تخم برای به دست آوردن غذا و الیاف لباس ما به تخم نیاز داریم اما تخم ها خیلی قیمتند بعضی از تخم ها ترکیبی که بار دیگر محصول نمی دهند و باید دور انداخته شوند بعضی از تخم ها نیاز به مواد کیمیاوی دارند تا نمو کنند این تخمه ها را تخمه های اصلاح شده ژنتیکی می گویند. های هم هستند که از دیگر جاهای دنیا آورده می شوند که برای کشت در خاک یک منطقه دیگر مناسب نمی باشند. با ذخیره کردن تخمه های محلی و ارگانیک که نیاز به مواد کیمیایی برای نمونه دارند دهقانان نیاز برای خریدن تخم از بازار نمی داشته باشند. بانک تخم مثل هر بانک دیگر تخم های اعضای بانک را ذخیره می کند. دهقانان می از این بانک تخم وام بگیرند و بعد وام خود را بعد از برداشت محصول با بحره آن به با بانک برگردانند این داستان به اساس سرگذشت واقعی ایجاد بانک تخم لاکشوادی روستای بهمدانگا در اودیسه هندستان نوشته شده است گروهی که نام خود را چینتا ارگانیک گذاشته بودند به دهقانان کمک می کردند تا بانک تخمی برای نگهداری تخمهای پنبه و دیگر تخمها ایجاد کنند بسیاری از دهقانان در هندوستان و در سایر نقاط جهان یکجا شدند تا بانکی را برای نگهداری از تخمهای زراعتی ایجاد کنند بانکهای تخمهای زراعتی را اکثرا زنان اداره می کنند این آدها را بانکرهای تخم یا محافظین تخم یاد می کنند زیرا وظیفه آنان حفاظت از تخم هاست بانک بین المللی تخم نیز وجود دارد که در منطقه دورافتاده و سرد آرکتیک فعالیت می کند. در این بانک بیش از 830 هزار تخم نباتات مختلف از چهار گوشه جهان نگهداری می شود. دوستان عزیز امیدوار هستیم که این داستان مورد پسند شما قرار گرفته باشد. برای دستیابی به مواد آموزشی رایگان کتابخانه درخت دانش به ساید www.ddl.af مراجعه کنید. روز و روزگارتان خوش